بیچاره مردم آبادان که تو هیچ دهه و دوره رنگ آرامش به خودشون ندیدن. داستانی که میخوام براتون تعریف بکنم برای سالهای 83 تا 87 که زن و دختر به طرز عجیب غریبی از ناحیه سر، گردن، جمجمه خورد میشدن. هیچ کس نمیدونست که آقا قاتلشون کیه، فقط روز به روز جسد پیدا میکردن. چطوری دچار چه خبر شکارو میکنید؟ خوش اومدیم به یه قسمت دیگه از پرونده های جنایی با سوگند. امروز میخوام بهتون در مورد قاتل دوچرخه سوار آبادان بگم، قاتل سریالی که توی دهه 80 حسابی جنجال به پا کرد و قتل زیادی مرتکب شد. حتما تا آخر این داستان همراه من باشید. اگر دارین از یوتیوب من نگاه میکنید سابسکرایب فراموش نشه و اگر از اینستا نگاه میکنید فالو یادتون نره. بریم سراغ داستان. فرید بغلانی قاتل سریالی زن و دختران آبادان، مخصوصا توی محدوده بهمنشیر آبادان. تراژدی قتلای هولناک فرید از سال 87 جدی‌تر دنبال میشه، یعنی دقیقاً از زمانی که یک مرد مراجعه میکنه به اداره آگاهی و میگه که مادر 50 سالم به اسم کامله از خونه بیرون رفته و دیگه به خونه بر نگشته و هممون نگرانشیم و اون گم شده. با وجود اینکه خانواده کامله تمام جاهایی که حدس می‌زدن میتونستن اون رو پیدا بکنن رو جستجو کردن، اما اثری از این زن 50 ساله نبود. تا اینکه فردای اون روز از پیدا شدن جسد برهنه زنی میان سال توی جوی آب گزارش میشه. بعد از بررسی و متوجه میشن که جسد متعلق به همون کامله 50 ساله است که ضربات به سرش کشته شده. توی تجسس‌های پلیس مشخص میشه که قاتل جسد زن رو از بین میزه‌زار و بوته‌هایی که توی اون دور اطراف بوده کشیده و اونو پرت کرده به جوب آب. پرونده کامله هنوز باز بود که مجدداً از قتل یک دختر جوان دیگه به پلیس گزارش میدن. یک ماه فقط از جریان کامله گذشته بود که جسد یک دختر بچه به اسم فاطمه توی 150 متری از خونه خودشون پیدا میشه. دختر بچه به اسم فاطمه توی 6 اردیبهشت 87 نزدیک خونهشون توی محوطه شهرک مروارید توی آبادان در حال بازی کردن بوده که گم میشه. خانواده‌اش وقتی میرن دنبالش بگردن پیداش نمیکنن، به پلیس گزارش میدن و طی گشت و گذاری که پلیس انجام میده متوجه میشن فقط 150 متر از خونه خود فاطمه جسدش پیدا میشه، اونم جسد خونی و خاکی فاطمه. قاتل سعی کرده بود که فاطمه رو توی خاک بغلتونه که یه جورایی ردگم کنه. جسد فاطمه هم کاملا برهنه بود و جمجمش به طرز عجیب غریبی خورد شده بود. همون موقع یه سری اظهارات که گرفتن پلیسا به دو نفر شک کردن، دو تا از آشناهای خود فاطمه، و در کمال ناباوری هر دو نفر اعتراف کردن که فاطمه رو اونا کشتن. اصلا اینجا دیوونه خونه است. بعد از اینکه بازسازی صحنه جرم انجام دادن، توی مرحله نهایی بر اساس نحوه ضربه‌ای که به سر خورده، نحوه دقیق به قتل رسیدن، متوجه شدن که اصلا داستان یه نفر دیگه است. این فامیلا به این معلوم نیست کیو کشتن، ولی فاطمه رو یکی دیگه کشته. دوستان عزیز، پسرم خیلی بیقراری میکنه و فکر میکنم از چهره ترسناک جدید من هم خیلی میترسه. موچی جان، به خاله ها سلام کن، به عموها سلام کن. آخه نور از یه دیش میگونه بیرنم تو. میرسیم به 31 خرداد همون سال که جسد یک زن به اسم خدیجه بغلانی پیدا میشه. اونم دقیقا به شیوه قبلی به قتل رسیده با ضربات شدیدی که به سرش و گردنش وارد شده. به محض اینکه خانواده‌اش نمیتونن خدیجه رو پیدا بکنن، سعی میکنن که با خواهر و برادر خدیجه برن محدوده نزدیک خونه‌شون رو بگردن و دمپایی خدیجه رو توی تپه نزدیک به خونه‌شون نزدیک یه جوی آب پیدا میکنن. یکم هم که بیشتر میگردن، بدن خدیجه رو اصلا کنار همون آب پیدا میکنن. بدنش غرق خون بوده و به خاطر ضربات زیادی که به سر و بدنش وارد شده بود و اینکه لباس نداشته و برهنه بود و زخمای زیادی هم روی تنش بوده، مجبور شدن که سریع به بیمارستان منتقلش بکنن. هنوز اون زمان که پیداش کردن نفس میکشید، و اما وقتی که به بیمارستان منتقل میشه، متاسفانه به خاطر ضربات شدیدی که بهش وارد شده بود نمیتونه زنده بمونه و فوت میکنه. اما از اونجایی که قاتل این بار نتونسته بود به خاطر اینکه خانواده خدیجه زود اومدن و دنبالش گشتن، کارش رو مثل سریای قبلی تمیز از آب در بیاره، گوشواره هایی که از گوشش کنده بود توی محل جرم باقی مونده بود. حالا پلیس داره مدارک رو میذاره کنار هم تا دنبال یک قاتل سریالی بگرده که از خیلی وقت پیش داره برنامه تمام این زنا و دختر بچه ها رو میچینه و دونه دونه کل زنای شهر رو قتل عام میکنه.
در نهایت یک زنی به پلیس مراجعه میکنه و میگه که من چند وقت گذشته توسط یک مردی مورد حمله قرار گرفتم. اون چاقو داشت. به من ضربات چاقویی که وارد کرد، فکر کرد که من اون موقع مردم و محلو ترک کرد. اما من زنده موندم و بعد از اینکه خوب شدم اومدم اداره آگاهی تا این مرد رو شما دستگیر بکنید. یه سری مظنون پلیس توی دستش داشت و به این دختر نشون میده. میگه به نظرت کدوم یکی از این آدمایی که عکسشون رو میبینی میتونن همون آدمی باشن که به تو حمله کردن؟ و در کمال ناباوری این زن جوان فرید رو شناسایی میکنه. حالا فرید دقیقاً کیه؟ اینجاست که توی اداره آگاهی بررسی میکنن پرونده و سوابق فرید بغلانی رو. فرید هم قبلاً مرتکب جرم شده بود، یه بار 5 سال به خاطر آزار و اذیت به زنای دیگه زندانی شده بود و یک بارم به خاطر نبودن مدارک کافی از زندان قصر در رفته بود و محاکمه نشده بود. تا بعد از دستگیریش به قتلایی که انجام داده بود اعتراف نمیکنه، تا اینکه یک ملاقات حضوری بین اون دختری که فرار کرده بود از دستش و فرید میذارن و اینجاست که مجبور میشه به تمام قتلش اعتراف بکنه. فرید ماجرا رو اینطوری تعریف میکنه که من تو این سالها که اولین قتلم سال 83 بود و انجام دادم، 15 تا زن، دختر بچه و یک پسر بچه رو به قتل رسوندم. او خیلی شیک میگه من از زن متنفر بودم و دوست داشتم اونا رو نابود بکنم، ولی فهمیدم که بهترین راه اینه که بکشمشون، چرا که با کتک زدنشون من خودم گیر میافتادم و زندانی میشدم. اینطوری وقتی که اونا رو بکشم دیگه ردی از من نمیمونه و انتقامم هم از زنا رفتن. اون تازه خیلی شیک و مجلسی از اولین قتلش میگه که یک زن 60 ساله بوده که توی همون نیزه‌زارها توی محل نزدیک خودشون رفت و آمد داشته، اونو با دو چرخه دیده، زیر نظر گرفته و بعد کشتتش. خیلی میگفت اون روز من عذاب وجدان داشتم. بعد از اینکه خیلی عذاب وجدان داشتم تصمیم گرفتم این خشم و کینم رو با قتلای بیشتری جبران بکنم و خودم رو این شکلی آروم بکنم. فرید خیلی شیک و رسمی هم میاد میگه که من کلن از زنها متنفر بودم و این ریشه در کودکی من هم داشته. من با مادرم زندگی نمی کردم، با پدر بزرگم بزرگ شدم. اون هم سعی میکردش زنها رو کتک بزنه تو کوچه و خیابون و از زنها دل خوشی نداشت. مادرم هم آدم سختگیری بود و بد اخلاق بود و من تا مدت اصلا فکر نمیکردم مامانمه، فکر کردم زنمومه. به خاطر بد رفتاری های مادرش از تمام زنها متنفر شده بود و وقتی هم که اون 5 سال رو به خاطر کتک کاری با زنهای دیگه توی کوچه خیابون به زندان رفته بود، همونجا تصمیمش رو میگیره که تمام زنها رو بکشه و تا جایی که میتونه همه ی زنهایی که دور و برش هستن رو نابود بکنه. فرید توی دادگاه به 13 بار قصاص نفس محکوم میشه و در نهایت توی 22 آبان 89 توی زندان کارون اهواز به دار آویخته میشه. اینطوریه که پرونده این قاتل سریالی وحشی که بجز این که به زنها ضربه بزنه کار دیگه تو زندگیش بلد نبوده و از لحاظ روحی هم بسیار بسیار مریض تشریف داشته، برای همیشه بسته میشه و کاری هم از ما بر نمیاد جز این که برای خانواده هاشون طلب صبر رو آرامش بکنیم. امیدوارم این ویدیو رو هم ازش استفاده کرده باشیم. من ویدیوهای دیگه هم دارم، دوست دارین حتما یه سری بهشون بزنید و تا ویدیوهای بعدی خدافظ.